سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. در روزهای گذشته خبری در رسانه‌ها منتشر شده. این خبر اشاره کرده به توافق عربستان سعودی با ایران. خب از زاویه‌های مختلف به این گزارش و به این خبر پرداخته شده. خیلی ها شوکه شدن از شنیدنش و در منطقه واکنش‌های مختلفی رو به همراه داشته. عمدتاً البته واکنش‌ها مثبت بوده، به جز صهیونیست‌ها تقریبا همه واکنش‌ها مثبت بوده. منتها من کارشناس غیر ایرانی رو که عمدتاً نگاه می‌کردم بر یک چیزی تاکید داشتن و اون همین بود که یه چیزی هست فراتر از سرمایه، یه چیزی هست فراتر از رسانه و یه چیزی هست فراتر از دیپلماسی که خودش رو اثبات کرد و اون هم توان نظامی ایرانه، که این پیام رو به همه مخابره کرد و این رو پیش روی همه گذاشت که با من باید گفتگو بکنی. منم باید بازی باشم دیگه، نمیشه من بازی نباشم اتفاق خوبی نمیفته. باید بیاید با هم بشینیم گفتگو بکنیم، میخوام حرف بزنیم. اگرم نمیاد حرف بزنیم خب باشه، اتفاقاتی میفته که اون اتفاق مجبورت میکنه بیای حرف بزنیم و این اتفاق رخ داد. من مجبور هستم بدون تعارف صحبت بکنم. این اتفاق رخ داد متأثر از چیزهایی که پشت پرده پیش آمد و تحولاتی که در زیر پوست عربستان سعودی بود. باید دوستان عبور کنیم ازش، یک چند ماهی باید عبور کنیم. آرامکو رو ما خیلی وقت نمیتونستیم دربارش حرف بزنیم، باید صبر میکردیم. یک سال حداقل بگذره، یه سال گذشت، خودشون اومدن تو رسانه‌هاشون گفتن آقا یه ضربه‌ای بوده، فلان بوده، بیسار بوده، کارشناسای دنیا گفتن، بعد ما هم گفتیم بله حالا همچین چیزی بوده، ما هم شنیدیم. صبر کنید، صبر کنید، عبور بکنیم از این شرایط، بریم جلوتر، بعد مشخص خواهد شد که چه چیزهایی وادار کرد عربستان سعودی رو که بیاد پای میز این گفتگو. بجد اون چیزی که من تو این برنامه خدمت شما عرض می‌کنم ماتم کده‌ای هست که در بین وطن فروشا به راه افتاده، یک عزاخانه عجیب غریب. بعضیشون اومدن گفتن عربستان ما رو فروخته، بعضیشون اومدن گفتن که اصلا خیانت کرد، ما قرار بود بریم زیر یخم حکومت ایران، اینا رفتن خودشون در آغوش حکومت. و البته چیزهای متناقض دیگری هم گفتن. دوست دارم همش شما هم دیگه ببینیم، بعد برمیگردم نکاتی رو خدمت شما عرض خواهم کرد. این تلویزیون عربستان سعودیه، یک نفری رو به عنوان کارشناس دعوت کردن و او داره صحبت میکنه درباره این چیزی که رخ داده. ببینیم گزارش رو، برمیگردم نکاتی رو عرض خواهم. صلح یا نزدیکی بین ایران و عرب. دوستان اجازه بدید من کمی صدای این ویدیو رو بلند بکنم قبل از اینکه این به اصطلاح خودم همزمانی که صدای این ویدیو رو میخوام براتون بلند بکنم یه نکته رو لازم هست یادآوری کنم به شما. ببین اینا با یک انرژی خاصی داشتن روی این مانور ویدادن که آقا اصلا تموم شد، ما رفتیم زیر یخم رژیم، یکی دو هفته دیگه کار تمومه. گرفتن با اردنگی شوتی دنشون تو واشنگتن، همین توله های عربستان رو، توله های بن سلمان رو شوتی دنشون پرتشون کردن واشنگتن، گفتن حالا فعلا اونجا باش کارت داریم. شاید خواستیم بیایم ونزوئلا، دوست داشتیم از نزدیک از همون یه گزارش بگیری، ها فعلا اونجا باش باید کار داریم. الان شوک عجیبی برای اینها، یعنی اینا رسما ابزارن تو این بازی، این بهشون اثبات شده. ببینیم گزارش رو برمیگردیم. صلح یا نزدیکی بین ایران و عربستان یک شکستی هست برای سیاست‌های آقای نتانیاهو در این ماه‌های اخیر که همه امیدش به تقویت و شاید به وجود آوردن روابط خیلی خوبی، خیلی مستحکمی مثل با امارات و غیره با سعودی بود و حتی شاید این روابط شاید باید جای حمله احتمالی به ایران رو، به رژیم ایران رو میگرفت. دوستان من یه چیزی داخل پرانتز خدمت شما عرض کنم، النگا دوباره شروع کردن و حمله به رژیم ایران. شما مگه عزیز، شما مگه نبودی میگفتی که جمهوری اسلامی قطر رو نخواهد دید، جام جهانی رو نخواهد دید و ما خواهیم دید؟ اونی که با اردنگی از قطر پرتش کردن بیرون کی بود؟ و خفش دیگه، چقدر زر میزنید آخه؟ حتما باید زایه بشین دوباره که مشخص بشه ماجرا طور دیگریه. بله ما برای هر شرایطی آماده ایم، برای اینکه کسی بخواد اقدام خرابکارانه بکنه، کسی بخواد شرارتی بکنه، ما آماده ایم. همیشه هم همه موارد رو در نظر میگیریم، اما دلغک بازی کافیه دیگه. خودتون تا کی میخوای خراب بکنید؟ خب اینجا این فرد داره به این نکته اشاره میکنه. من قبل از اینکه بریم جلوتر و ادامه صحبتش رو با هم مرور کنیم، باید یه چیزی خدمت شما عرض کنم. روس‌ها و چینی‌ها به شدت تلاش کردن که این ماجرا اتفاق بیفته و این از جهاتی برای آمریکایی‌ها شوکه کننده است. من گزارش اندیشکده‌های آمریکایی رو می‌خوندم، یکی دو تا از این اندیشکده‌ها گفته بودن که برخلاف آمریکا که وقتی باهاش گفتگو می‌کنی یا وقتی ازش کمک می‌گیری انتهای داستان مبهمه، تو نمی‌فهمی که ته داستان چی شد. مثلا میاد با تو میشینه گفتگو می‌کنه به عنوان متحدش و تو بعدش مبهم داستان برات، عجیبه که آقا چی شد، من رو حرف میتونم حساب کنم؟ این تایید کرد، تایید نکرد، رد کرد، رد نکرد، چیکار کرد؟
خب اینها میگن تو شرایطی که آمریکا خودش رو این شکل نشون داده، چین اومد تلاش کرد، دست و پا زد برای اینکه میزبان یک توافق باشه و توافق اتفاق افتاد. توافق در جای خارج از زمین آمریکا اتفاق افتاد و این یک سیلی اساسی است با آمریکایی‌ها و یک پاسگل اساسی است به اونها که میگفتن آقا بساط این بالا این منطقه جمع بشه. پیامدهای مختلفی داره آن چیزی که اتفاق افتاد، پیامدهای مختلفی داره هم برای عربستان و هم برای کسانی که در منطقه این سالها در مقابل ایران و در کنار آمریکا بودن. درست شنیدین، برای عربستان و کسانی که در مقابل ایران بودن. بریم ادامهش رو ببینیم، برمیگردیم نکاتی دارم عرض. ولی الان به طرز تعجب‌آوری این خبر به دست اسرائیلی ها هم رسید و واقعا برعکس این که آمریکا و دولت آقای بایدن اطلاع داشته، دولت اسرائیل به نظر میاد که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشته و در این مورد میشه گفت چند خنجر دولت اسرائیل خورده. یکی این که همین دولت آمریکا هیچ اطلاعی نداده و این یک جور پشت کردن دولت آمریکا، دولت آقای بایدن به دولت آقای نتانیاهو هست. ببین این، من یه چیز داخل پرانتز خدمت شما عرض کنم، به شدت الان که من دارم با شما صحبت میکنم آمریکایی ها و صهیونیست‌ها دچار مشکل شدن. نیویورک تایمز یکی دو تا یادداشت نوشته علیه نتانیاهو، واشنگتن پست یکی دو تا یادداشت نوشته و بایدن حرفای غیر مستقیم زده درباره دولت نتانیاهو. توی فلسطین اشغالی دارن هشدار میدن، میگن متحد ماست، حامی ماست، داریم از دستش میدیم. و اینجا این مسئله که این آدم داره بهش اشاره میکنه بحث قابل تعاملیه. اینا تصور میکردن، فکر میکردن که هر چیزی که اینجا اتفاق بیفته 0 تا 100ش در جریان هستن. به خودشون اومدن میبینن چیزی اتفاق افتاده. قبلش سعودی ها با آمریکایی ها زنگ زدن، اطلاع دادن، بعد سایونس خبر نداشتن. بریم جلوتر ادامهش رو ببینیم، نکاتی دارم عرض کرد. و آقای نتانیاهو باید بفهمه که دولت آمریکا با او همراهی نمیکنه، تا چه حد با او همراهی نمیکنه. و همینطور از نظر داخلی که ما میبینیم آشوب هایی هست و اختلافات داخلی هست در داخل اسرائیل، این هم کمکی نمیکنه به این موضوع. و در واقع میشه گفت عربستان اینجور که در این چند ماه اخیر به وضع اسرائیل نگاه کرده و به دولت آقای نتانیاهو نگاه کرده، او رو بسیار متزلزل دیده و تصمیم گرفته که احتمال دوستی با ایران بهتر از احتمال صلح با اسرائیل هست. اون چیزی که آقای ببین دقت کردی چی گفت؟ اینا به این جمع‌بندی رسیدن که دوستی با ایران، صلح با ایران بهتر از اینه برن کنار اسرائیل وایسن. چرا؟ چون اون ور داستان وایسی هزینه هایی داره. در مقابل این ور داستان وایسی هم هزینه هایی داره. بهتر هست که خودتو از هزینه هایی که باید پرداخت بکنی دور بکنی، بیا بشین گفتگو بکنی. کجا داره اینها گفته میشه؟ اینا داره تو سعودی اینترنشنال گفته میشه، درسته؟ میگه خنجر فرو کردن تو پشت نتانیاهو. الان گفت دیگه، گفت خنجر کردن توی پشت نتانیاهو. کجا داره گفته میشه؟ در سعودی اینترنشنال. ماتم کده هایی که علیه ایران قرار بود براندازی راه بندازن الان به عزاخانه تبدیل شدن. الان به جای تبدیل شدن که از آن چیزی که رخ داده نگران هستن. چرا؟ مگه چی داره اتفاق میفته در میدان؟ باید بریم جلوتر، مرور زمان چیزهایی رو برای همه ما عیان خواهد کرد. ادامه صحبت این فرد رو ببینیم. آقای نتانیاهو امید داشت که یک ائتلاف منطقه‌ای به وجود بیاره و عربستان رو نزدیک خودش بکنه که شاید حتی این حمله لازم نباشه، اون یکم به کنار میره. خیلی خوب، بخش از این صحبت‌ها رو با هم دیگه دیدیم. یک نمونه دیگه‌ش هم ما هم بررسی بکنیم. بین علما اختلافه، این ور میدان این ور بازار تاکید میکنم، یعنی آقا اصلا این شکست وحشتناک بود برای عربستان. یه سریشون میگن عربستان ما رو فروخت، این ور حالا افراد دیگری هستن، نکات دیگری میگن. اینا هم خوبه، اینا رو بریم ببینیم بعد نکاتی رو. آقای سرزاده، فکر میکنید که چی باعث شده که بعد از 7 سال بالاخره چنین توافقی سر بگیره؟ نشان دهنده قدرت چینه. چین برای ایران شرط گذاشته که اگر میخواید روابطی با من داشته باشید بایستی رابطتون رو با عربستان سعودی بهتر بکنید. نشان دهنده قدرت چینه. چین برای ایران داش، خودت گفتی. چی میزنی؟ کجا میری فضا نوردی؟ آمارشو بده. بچهای ما بعضیاشون بالاخره شاید احساس نیاز بکنن. ها؟ بعضی شاید احساس نیاز بکنن یه مدت بخوان تو این فضا نباشن. کجا میری فضا نوردی عزیز؟ قدرت چینه. چین به ایران گفته، چین وقتی که به ایران گفته، ایران گفته چشم. مردک ابلهه پلش یه چیزی در حدود 6 7 ماه عربستان با سر، با وجود، با همه چیز داره میاد سمت چین. آمریکا رو گذاشته کنار. نشانه قدرت چینه که به ایران هشدار داده. هشدار چی به ایران داده؟ ایران سر جاش وایساده، تمام قد داره بازیشو میکنه.
اون چیزی هم که میخواسته اتفاق افتاده. من میخواستم پای آمریکایی ها از منطقه بریده بشه. بریده شد یا نه؟ بریده شد پای آمریکایی ها از منطقه یا نه؟ من میخواستم عربستان از دامن اونا بیاد بیرون، بیاد بره سمت چینی ها، بعد مبادلاتش هم از دلار ببره به سمت دیگه. اتفاق افتاد یا نه؟ درخواست چین از ایرانه؟ عجب آدمای ابله وطن فروش عقده ای هستن. این الان از داخل داره میسوزه ها، از داخل قشنگ آتیش گرفته، منتها داره سعی میکنه یه جوری مالی بکشه که از دلش دوباره یه لگدی به حاکمیت ایران در بیاره. ادامش رو ببینیم. همونجوری که خاطرتونه در دسامبر گذشته آقای شی جینگ پینگ که در ریاض بود صراحتن از تمام مواضع عربستان سعودی در باره ایران حمایت کرد، حتی ایران رو متهم کرد در اعلامیه مشترکی با عربستان سعودی که در امور داخلی عربستان دخالت نکنه. این مردک گلابی اینجا داره دروغ میگه دوستان، این لازم بود من خدمت شما یادآوری بکنم. از مواضع عربستان سعودی حمایت نشده بود تو اون ماجرایی که این مردک داره بهش اشاره میکنه. نه، اون چیزی که اتفاق افتاد این بود که بیانیه نوشته شده بود، در بخشی از این بیانیه خیلی گستاخانه به جزایر سگانه به عنوان حق امارات اشاره شده بود که ایران هم خیلی قاطع خطاب به چینی ها پیامهایی رو صادر کرد که اینا فورا بعدش عذرخواهی کردن، یک مقامی داشتن اومدن هماهنگ کردن، اون مقام برای دلجویی اومد، بعد جلسه برگزار کردن مقامات ایران برن و چیزای از این دست. ببین خیلی سوزش داره نه؟ اینکه همچین اتفاق افتاده خیلی درد داره نه؟ شما قرار بود کارهای دیگری بکنید، تو این پنجم قرار بود داستان جور دیگری باشد، حالا طور دیگری داره اتفاق میفته، نمیتونن تحمل بکنن. توییترشون رو بررسی میکنی، پیج اینستاگرامشون رو میبینی، کانال تلگرامشون رو میبینی، همه دارن دود سفید بلند شده از اردوگاهشون ابراز ناراحتی میکنن، ولی یه سریاشون جلوی دوربین که قرار میگیرن میخوان بگن اصلا درد نداشت. این بچه‌ها رو دیدی توی مدرسه مثلا دعواشون میشه، میخوان لج همدیگه رو در بیارن، طرف دردش گرفته میگه اصلا درد نداشت، تاکید به شدت تاکید بر این داره که اصلا درد نداشت. ادامه صحبت این فرد رو ببین، ببین دیگه چه نکاتی داره، بعد نکاتی دارم اصلا. چین در پکن در حقیقت ایران رو مجبور کرده در حقیقت که این رابطه‌شو با عربستان بهتر بکنه، ایران هم مجبوره که انگار اصلا تو کاغذ نوشته گفتم مجبور رو باید بگی. دو سه بارم تاکید میکنه رو کلمه وجود داشت، خودت اینا رو گفتی یا با کسی مشورت کردی؟ فضا نورد کجا بودی شما؟ من متوجه نشدم. ایرانو مجبور کرده آمریکاش با اون همه کپکبه و دبدبه قاسم سلیمانی رو به اصطلاح خودمون در یک عملیات ناگهانی مورد هدف قرار داد. خیلی ها شاید شوکه می‌شدن، میگفتن آقا این اعلام جنگ دیگه، ایران الان کاری نباید بکنه. ایران وایساد، مراسم تشییع برگزار کرد، پیکر هنوز داخل خاک نرفته بود، با موشک عین الاسد زد. تو چه شرایطی؟ تو شرایطی که چند ساعت قبلش رئیس جمهور آمریکا توییت زده و گفته و 52 تا نقطه ایران رو می‌زنم. آخه گرازه بیاق. اگر قرار بود تهدید بشیم، اگر قرار بود کسی به ما اجباری بکنه، اگر قرار بود مجبور باشیم کاری بکنیم که خب آمریکا اون غلطه رو انجام داد، ما کوتاه میومدیم. که شما عقل دارین یا نه؟ نه عقل داره. این فضا نوردی که در پیش میگیره خیلی حرفه‌ایه. جنسش خیلی جنس خوبیه، به خاطر همین زده تا تش داره میره. من اینو خدمت شما عرض کنم دوستان عزیز، برخلاف اراجیفی که این النگ داره میگه و برخلاف آن چیزی که امثال این پلش دارن مطرح میکنن، همونطور که از صهیونیست دارید میشنوید، همونطور که در اردوگاه وطن فروشا دارید میبینید و همونطور که از سوی آمریکایی ها دارید میشنوید، آن چیزی که اتفاق افتاد شکست وحشتناکی بود برای آمریکایی ها و محور غربی و کاری بود که چین دیگه چاره ای جز انجام دادنش نداشت. اینا چاره ای دیگه در این شرایط جز این که به این سمت بیاین نداشتن. بخشی از ماجرا رو دوست داشتم با هم بررسی بکنیم، ببینیم ماجرا از چه قراره در اردوگاه وطن فروشا در این خصوص چه نکاتی داره مطرح میشه. دیدم توی ایران هم یه فضای رو جریان غربگرا رو انداخته بود، تو بعضی از صفحاتشون گفته بودن که اینا رفتن روی ریل مرحوم هاشمی، مشکلات حل میشه چون روی ریل مرحوم هاشمی داداش. یعنی خوبه اینایی که میگی؟ یعنی خوب، یعنی کاراشون کارهای خوبیه، رفتن روی ریل مرحوم، تو راضی هستی، تو خوشحالی؟ خدا رو شکر ما میخوایم شما خوشحال باشین، حالا ریل هر کی میخواد باشه، شما هر جور دوست داری برداشت، ولی خوشحالی؟ خدا رو شکر. خوشحالم از این که این اتفاقی که رخ داده، هر کس به نوعی در داخل کشور داره سعی میکنه یک واکنش مثبتی نسبت بهش نشون بده. بعضی من دیدم اومده بودن از این جهت بهش پرخته بودن که خب اگه ما میخواستیم انجام بدیم بد بود، حالا خودش رو انجام دادن خوبه. چه جوریه این داستان مذاکره با سعودی؟ من اینم لازم هست یک پاسخ خلاصه به شما بدم. ببین اصل داستان سر اینه، ما در دولت آیه روحانی گفتگو با غربی ها رو داشتیم، منتها گفتگوی با کشورهای عربی در منطقه داشت پیرامون برجام شکل می گرفت،
نگرانی ما از همین بود، نگرانی ما دقیقاً در اون بازه زمانی از همین بود که آقا این پیام رو خواسته یا ناخواسته مخابره نکنید که همه چیز به مذاکرات ما، به نتیجه مذاکرات ما با غرب بستگی داره. این پیام اگر مخابره کنی وحشتناکه ها، بعد فردا عربستان سعودیش هم به این گره میخوره، اماراتش هم به این گره میخوره، فلانجاش هم میگه. تفاوتش رو متوجه شدی؟ من الان فارغ از این که نتیجه مذاکراتم با غرب چه بشه، بعد من الان فارغ از این که گفتگوهایم با آمریکا و کجا به چه نتیجه برسد این کارو انجام دادم. این تفاوت آن چیزی است که در دوره آقای روحانی داشت اتفاق میافتاد و ما ناراحت بودیم از بابتش، و آن چیزی که الان اتفاق افتاده. امیدوارم این بخش رو ساده توضیح داده باشم، موفق شده باشم، ببخشید موفق شده باشم برای دوستان خودم جا انداخته باشم. نکته دیگه ندارم، احتمالاً از این عزاخانه وطن فروشا ویدیو و فیلم زیاد باشه که برای شما دوستان عزیز بیارم با هم دیگه مرورش بکنم. اگر نکته داشتین حتما در قالب پیام برایم بفرستین، کمک بکنید که گزارش با پیام شما کامل تر بشه. خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم، وقتتون بخیر.